فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبر و بر ماهواره نایل ست و باز هم دروغ، تلبیس و خیانت. اما یکی از سوالاتی که مطرح هست و خوب هست که بینندگان عزیز ما در جریان اون باشند، این سوال هست که جناب آقای دکتر قزوینی، در رابطه با نظر وهابیون نسبت به حضرت مهدی، چون شبکه‌های وهابی تبلیغ‌های بسیاری می‌کنند در این رابطه که حضرت مهدی به دنیا نیامده اند، یعنی ما قبول داریم که یک منجی می آید، یک کسی در آخر از زمان می آید، اما هنوز این فرد به دنیا نیامده. لذا من خواهشم این هست که این نظر وهابیون رو به صورت کامل برای ما و بینندگان عزیز شما شرح بدید. بحث مهدویت، همونطور که حضرت عالی فرمودید، یک مهدویت نوعی است، یک مهدویت شخصی است. در مهدویت نوعی، خب عموم اهل سنت الا دو سه نفری مثل ابن خلدون اینها که منکر قضیه هستند، همه با شیعه متفق القولند که پیغمبر اکرم بشارت داده برای آمدن حضرت مهدی ارواح نافدا. خود بزرگان وهابی هم به احادیث مهدی که میرسند شاید یه مقداری داغتر از شیعه. مثلا شما ببینید ابن تیمیه حرانی متوفای 728، اگر اتاق فرمان مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم، بله، میگه ان الاحادیث التي يحتج بها على خروج المهدی احادیث صحیحه. دیگه این ابن تیمیه از بزرگ نظریه پرداز وهابیت، میگه احادیثی که استدلال می شود بر وجود حضرت مهدی اینها احادیث صحیحی است، که رواها ابو داوود و ترمذی و احمد و غیرهم من حدیث ابن مسعود و غیره. این رو ابو داوود سجستانی و ترمذی و احمد ابن حنبل و دیگران نقل کردن، منهاج السنه جلد 4 صفحه 211. و همچنین آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی، ایشون میگه امر المهدی معلومون، قضیه مهدویت و داستان حضرت مهدی کاملا روشنه. و الاحادیث فیه مستفیزتون بل متواترتون، احادیث درباره حضرت مهدی مستفیض بلکه متواتره. خب حدیث متواتر از دیدگاه آقایان اهل سنت به منزله آیه قرآنه، انکار حدیث متواتر به منزله انکار حدیث قرآن هست. آقایان مراجعه کنن مجله جامعه الاسلامی مدینه منوره شماره 3 سال اول 1388. همچنین برای شما عرض کنم رابطه عالم اسلامی که از مراکز فرهنگی اساسی عربستان سعودی است و وهابی هاست، که اینها هم در نامه‌ای که مورخه 21 می 1976 که همون 1388 قمری باشد بیانیه ای صادر کرده، در اونجا نوشته فإن الاعتقاد به ظهور المهدی یعتبر واجبا على كل مسلم، اعتقاد به وجود حضرت مهدی واجب بر هر مسلمانه و هو جزء من عقائد اهل سنت والجماعه. این مسئله ظهور حضرت مهدی جزئی از عقاید اهل سنت و جماعت، ولا ينكر ذلك الا كل جاهل او مبتدع، ظهور حضرت مهدی را جز افراد جاهل و بدعت گذار کسی جرأت نمی کند این رو انکار کنه. یحتج بها علی خروج المهدی
میگه احادیثی که استدلال میشود بر وجود حضرت مهدی، اینها احادیث صحیحی است. یحتج بها علی خروج المهدی، میگه احادیثی که استدلال میشود بر وجود حضرت مهدی، اینها احادیث صحیحی است. بینندگان عزیز، دروغ، تلبیس و خیانت عادت آخوندهای رافضی است که هیچ سخنی از سخنان آنها را بدون آن نخواهید یافت. آخوند قزوینی بعد از اینکه سلسله ای از دروغها و تلبیسها و خیانتهای او توسط شبکه وصال حق پخش گردید، باز هم از این عادت دیرینه خود استفاده نموده و در ترجمه اقوال اهل سنت خیانت کرده و به دروغ تلبیس می نماید و از این عادت خود دست بر نمی دارد. یحتج بها علی خروج المهدی، میگه احادیثی که استدلال می شود بر وجود حضرت مهدی، اینها احادیث صحیحی است. یحتج بها علی خروج المهدی، میگه احادیثی که استدلال می شود بر وجود حضرت مهدی، اینها احادیث صحیحی است. چنان که مشاهده نمودید، این آخوند به عمد ترجمه سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و بیانیه رابطه عالم اسلامی را تحریف نموده و ظهور مهدی را به وجود مهدی معنا می کند. اولا، در کدام فرهنگ لغت ظهور به معنای وجود ترجمه می شود که شما با آب و تاب فراوان روایات ظهور به معنای پیدایش را بر وجود حمل می کنید؟ اهل سنت و جماعت طبق آنچه که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده است، بر این باورند که در آخر الزمان فردی از نسل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا می آید و ظهور می کند و زمین را پر از عدل می سازد و ظهور وی یکی از نشانه های بزرگ برپا شدن قیامت است. اما هیچ یک از اهل سنت معتقد به وجود و یا تولد این شخص تا عصر ما نبوده و نیستند. برخلاف شیعیان که معتقد به وجود امام زمانی هستند که هیچ تشابهی با مهدی اهل سنت نداشته و در سرداب سامرا پنهان است و بیش از 1000 سال است که به انتظار خروج او نشستند. ثانیاً، آن شخصی که اهل سنت به نام مهدی آخرالزمان می شناسند هیچ نسبتی به امام زمان خیالی شیعه ندارد و تفاوت بین آن دو از زمین تا آسمان است. در ذیل به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌نماییم. 1. نام مهدی اهل سنت محمد است و نام پدرش عبدالله و در آخر الزمان به دنیا می‌آید. چنان که در سنن ابو داوود شماره 4282 روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اگر از دنیا یک روز هم باقی بماند، الله تعالی آن روز را آنقدر طولانی می کند تا مردی از من و یا از اهل بیت من را در آن روز بفرستد که نامش موافق با نام من و نام پدرش موافق با نام پدر من است و زمین را پر از عدل می کند بعد از این که پر از ظلم و استبداد می باشد. اما نام پدر امام زمان شیعیان حسن عسکری بوده و به زعم آنان پسری داشته که در خردسالی از انظار پنهان شده است. 2. مهدی اهل سنت از نسل حسن بن علی رضی الله عنهما می باشد، چنان که در سنن ابو داوود حدیث شماره 4290 روایت شده است که امام علی رضی الله عنه به فرزندشان حسن رضی الله عنه نگاه کردند و فرمودند: ان ابنی هذا سید کما سماه النبی صلی الله علیه و سلم و سیخرج من صلبه رجل یسمى باسم نبیکم. این پسر من آقاست، همان طور که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را نام نهادند. از صلب او مردی برمیخیزد که به نام پیامبرتان نام گذاری می شود. اما شیعیان امام زمان خیالی خود را از نسل حسین رضی الله عنه می دانند. 3.
مهدی اهل سنت بعد از ظهور خیش دنیا را از عدل پر می کند، چنان که در حدیث سابق ذکر شد. اما مهدی شیعیان در هنگام ظهور اولین کاری که می کند، ویران کردن مسجد الحرام و مسجد النبی و قتل عام کل عرب است. بهار الانوار و الغیبه شیخ طوسی. یحتج بها علی خروج المهدی، میگه احادیثی که استدلال میشود بر وجود حضرت مهدی، اینها احادیث صحیحی است. یحتج بها علی خروج المهدی، میگه احادیثی که استدلال میشود بر وجود حضرت مهدی، اینها احادیث صحیحی است. این واقعا جا داره که یک نفر بیاد تو این عصر تشعشع اطلاعات و رسانه و دروغ اینجوری میگه، این طور دروغ، این طور تزویر، اوف بر این شرف، ای اوف بر این وجدان، لعنت بر این وجدان. شما اگر راست میگید هیچ، اگر دروغ میگید لعنت خدا و ملائکه و جمیع جنس بر شما و بر پدر مادر شما که اینطور بی حیا شما را تربیت کرده و بر اساتید شما